Bonjour et bienvenue à la première séance de l'apprentissage du français سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به اولین جلسه آموزش فرانسه با من. توی این جلسه اول میخوام بتون نشون بدم که فرانسه به اون سختیام که میگنید و خیلی ساده است. یکی از در دلائلی که میخوام بیارم کلمات مشابهیه که ما تو فارسی داریم و آرداری آل... تو روزمره ما استفاده می کنیم بدون اینکه بدونیم فرنسه خب و ریشه خیلی از این کلمات فرانسه است میخوام امروز این کلمات رو بهتون نشون بدم و ببینیم که چقدر چیزهای مشابه داریم و بدون اینکه بدونیم این داریم فرانسه صحبت میکنیم تو خیلی از زبان ها اینطوریه و تو تو فارسی هم اینطوریه شاید باورش سخت‌تر باشه چون که در واقع دیکتهش متفاوته با فارسی و ولی ممکنه خیلی هم خودتون بدونید که اینا فرانسن امروز میخوایم روی اینا کار کنیم چیزایی که بهتون نشون میدم اصلا دیکته مهم نیست توش فقط میخوام بدونید که این واژه تو اگه تو فارسی هست این از فرانسه اومده در همین حد و اصلا نمیخوام که رو دیکته کار کنین تمام اینها رو جلسه تا آینده با جزئیات بهتون یاد میدم بریم ببینیم ماجرت چقدر خب اصلا عنوان جلسه من هم هست لو فرانس فسیل یعنی زبان فرانسه ساده است فسیل یعنی ساده است الان بچه ها من از این توقع ندارم که هیچ کلمه یو حفظ کنید هیچ اصلا اینکه چرا این چجوری خونده میشه اصلا اینا مهم نیست فعلا صرفا از من اینها رو قبول کنید این کلمات که داریم روی تصویر میبینید خب که مثلا ما قهوه یا کافه که تو فارسی میگیم آقا این از فرانسه اومده فرانسوی ها میگن کافه کافه خب و کافه هم به معنی خود قهوه است که می نوشیم هم به معنی کافه و کافی شاپ و اینها به هر دو تاش به هر جفتش میگن کافه خب خیلی جالبه که ما این روزمره استفاده میکنیم و و داریم این کلمه رو کلمه برای کلمه رستورانه یا رستوران یا رستوران هر جفتش هم تو فارسی میگیم از رستوران تو فرانسه اومده باز بچه ها اصلا خودتون نگران دیکتش نکنید که این چه چهار اینجوری نمیشه یه سه چیزاش خونده نمیشه همه اینا رو با جزئیات توی جلسات تلفظی که جلوتر بهش میرسیم بهتون یاد میدم اصلا نگران نباشید کلمه برای کلمه در واقع تاکسیه که از تاکسی فرانسه اومده تاکسی و فرانسوی ها در واقع آ ندارن خب ا دارن و ما تو فارسی خیلی آ داریم و خیلی از کلماتی که فرانسه است وقتی اومده به فارسی آ شدن تبدیل به آ شدن و در واقع تاکسی شده تاکسی خب حتی اسامی براشون این اتفاق افتاده مثلا نمیدونم مثلا ژاک شده ژاک لاکان خب و یا آدمای متفاوت دیگه مثلا سخت مال شده سارتر یعنی سرتر بوده مال شده سارتر خب ما تو فارسی همه چی به آد میکنیم موقع در واقع تبدیل کردنش به فارسی ولی تو فرانسه اینا همه ان چون فرانسه یا آ نداره و اینجا داریم کلمه مامان که از مامان تو فرانسه اومده آ ندارن ولی آ دارن این فرق این دوتا رو توی جلسه تلفظی که راجع به نزل ها و چیزه که تو بینی ما هم یاد میگیریم اصلا نگرانش نباشیم باز دوباره کلمه مامان از ماما اومده و کلمه شکلات از شکلات اومده که ما این آش رو میگیم آ و تش هم خوندیم شده شو شکلات شکلات بچه شکلات شکلات آره پس خیلی جالبه نه که یه سری کلماتی که رو تو روز مرس به مامان احتمالا هر روز بگیم <تصفح> خب یا شاید تاکسی هر روز بهش نزیم یاد آقا بوغش تو مخمون باشه ولی اینا همش از کلمات فرانسوی هم. خب بریم سراغ سری دومین این کلماتی که براتون آوردم این کلمات هم ببینید این کلمات هم باز دوباره از فرانسه اومدن مثلا شوفاج یا شوفاج هر تو فارسی میگیم از شوفاج تو فرانسه اومده شوفاج خودتون اصلا نگران دیکتش تلفظش نکنید همه اینا رو یاد میگیریم. کلمه راننده <applause> یا شوفر که خیلی خیلی شوفر رو شنیده باشین اگه قدیمی ترین که حتما شوفر شنیدین اگه خیلی هم بدونید بدونی که قدیما به راننده میگفتن شوفر خب و این شوفر از شفاق تو فرانسه اومده شفاق خب و گرفتی به این ها رو گرم کردن داره ماشین رو گرم میکرده شفاق در واقع اولش و کلمه آسانسور این خیلی کلمه جالبیه که از آسانسور تو فرانسه اومده و من بارها بحث داشتم با آدمایی که میگفتن که آقا آسانسور کلمه فارسیه دیگه آسان سر خب و خب اگه بریم نگاه کنیم ببینیم که در ریشه اگه این کلمه فرانسه است و حالا من کلماتی که اینجا آوردم به نسبت کلمات ساده تر یعنی جلوتر که بریم میبینیم که چقدر باور نکردن یعنی که کلمات خیلی کلماتی که فکرش رو نمی‌کنید هم از فرانسه یکیش آخرین جلسه باز من مثال میزنم کلمه تلفن کلمه تلفن باز از فرانسه است خیلی از اینا تو انگلیسی هم هست مثلا این تلفن حالا با یه تلفظ متفاوت تر چون تو انگلیسی ما اینتونیشن داریم تو فرانسه نداریم در واقع بالا و پایین بردن کلمات داریم حرفا داریم تو یه کلمه تو و تو فرانسه همه چی خطیه و نهایت یه جای خاصی حالا اینا هم بهتون یاد نرسن نگران نباشید. مثلا تلفن تو انگلیس هم حالا م... م... مشترکه و مرسی که روزمره شاید یعنی از صبح تا شب 200 بار ما مرسی بگیم و کمتر کسی متشکرم یا سپاس یا درود فراوان بگه خب و با مرسی ما کارمون را میدازیم که مرسی از مخسی یه فرانسه اومده آره باز میگم کلمات به اینا ختم میشه ولی من هدفم این بود که به شما نشون بدم که چقدر ما تو فرانسه خود فارسی خودمون کلمات فرانسه داریم که استفاده میکنیم و مثلا یکی از دیگه که شاید باورتون نشه کلمه فرازه حالا یه فراز و فرود که ما داریم که فارسیه و ولی مثلا میگیم فرازهایی از سخنان مثلا این بزرگوار رو گوش بدیم این فرازها رو که گوش بدیم در واقع افتخیز رو گوش نمیخوایم بدیم فراز از خز از جمله فرانسه اومده خب و در این حد فرانسه تو فارسی نفوذ داره خب و همه اینها برای اینکه بدونید که اینقدر که آدم ها اولش فکر میکنن که فرانسه چیز پیچیده‌ایه با وای نمیتونیم یاد بگیریم تلفظاشون سخته این کلمات که تلفظاشون سخته رو ما داریم تو فارسی استفاده میکنیم و این واقعیت نداره خب و امیدوارم که این جلسه به شما کمک کرده باشه که یه حسی گرفته باشین که چه هم ما تو فارسی خودمون هم این کلمات رو داریم یه مقدار اون استرس رو کم کرده باشه تو جلسات آینده با همدیگه شروع میکنیم و به مرور و با کمک من و با سیستمی که طراحی کردیم فرانسه رو یاد میگیریم اصلا نگران نباشیم اگه خوب تمرین کنید تکرار کنید همه چی رو یاد میگیرید